صفحات خبرها. گرد همایی کمیته اولیای مکاتب افغان‌ترک در هرات. اولیای مکاتب افغان‌ترک در سفر به هرات نگرانیشان را از سپردن این مکاتب به معارف ترکیه اعلام کردند. برپایی خیمه اعتراضی به منظور برکناری از سرپرست معارف هرات. شماری از ساکنان هرات برای دومین بار با برپایی خیمه اعتراضی خواهان برکناری از سرپرست معارف هرات شدند. تفویض مدال میر مسجدی خان به یک آموزگار در فرا. مسئولان معارف این ولایت میگن که این مدال به پاس تلاش های این استاد به وی داده شده است. نگرانی بنیاد تیفا از وجود تقلب احتمالی در انتخابات آینده. مسئولان گفتند که نصب استیکر در کپی شناسنامه ها زمین ساز تقلب می شود. و اینکه آنگلا مرکل جایزه کلیسای کاتولیک را دریافت کرد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به سرویس خبر این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین میتوانید بگونه یه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما نیز بیننده خبرها باشید. شماری از ساکنان هرات برای دومین بار خیمه تحسن برپا کرده و خواستار برکناری سرپرست معارف این ولایت شدند. این افراد میگن تا زمانی که به خواسته ایشان رسیدگی نشود به تحسنشان ادامه خواهند داد. ظاهرا جنجال های موجود در ریاست معارف هرات پایانی ندارد. برای دومین بار شماری از ساکنان هرات اینجا در مقابل درب ورودی ریاست معارف خیمه تحسن برپا کرده و خواستار برکناری هرچه زودتر سرپرست معارف این ولایت هستند. این اعتراض کنندگان رئیس معارف هرات را متهم به تعصب و تبعیض قومی می کنند. په دې خاطر دوه درې ورځې کېږي موږ دلته په خیمو کې تجمع کړې ده او شاید تجمع مو ادامه وکړي د پاره د دې چې رئیس د معارف احمدي صاحب چې پیلم په هرات کې سرپرست د معارف سوی دی د غواړي د پښتو مضمونونه ټوله د بین یوسي وایي پښتو کې په هرات کې پښتو ته احتیاجي نشته. ما خواستې که داریم برادر از این مدیر معارف ما نمایم که باشه رئیس معارف به خاطر از اینکه او فرقای بین اقلیت مردم آوردن به خاطر چی و چی و چی و چی، یعنی ما کتاب و پشتو به داخل معارف حق داریم یا نه؟ از همون شما نه فرسی دری پشتو و همین کتاب ها رو ما هم حق داریم یا نداریم. پیش از این در پی سفر هیئت اعزامی ارگ ریاست جمهوری به ولایت هرات برای بررسی اتهامات وارد شده از سوی شورای ولایتی بر ریاست معارف این ولایت، تنش‌های خلق شده میان این دو نهاد با پادرمیانی شورای علمای هرات حل شد. با این حال این افراد خواستار برکناری سرپرست معارف این ولایت هستند و میگویند تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود و تحسنشان ادامه خواهند داد. در تمام ولسوالی اگر شما سفری داشته باشید اصلا معارفی وجود نداره، باعث شده که اصلا تعلیم و تربیت در منطقه به صفر رسیده. بیشتر عزیزانی که اینجا جمع شدن به خاطر فرزندان خود، به خاطر کودکانی که در معارف دارن و در به خاطر تعلیم و تحصیل از اون جمع شدن. ما خیلی دور نمیریم، به نزدیکتر اینجا شهیدای اگر بریم مکاتب شهیدای اگر شما ببینید مکاتب فتح اینا ببینید داخل نبوات اینا هیچ معلم ندارن، معلم ها به اونجا وجود نداره، باعث استادا وجود نداره، استاد خیالی هست در معارف ولایت هرات. استاد نظر به روابط، نظر به روابط و قدرت ها و نظر به اون پارتی که دارن به چوکی های خود میشینن. طوری که شما در جریان هستین برکنار قبلا شدن و برگه استعفایی از اونا فعلا به ریاست معارف وجود داره و متاسفانه به جهت نمیفهمم که به چی مسائلی، به روی چی مسائلی حساب میکنن، نمیخواین که ایر بپذیرن و قبول کنن که دیگه به حیث سرپرستن، ولی ما سرپرست نمیخواییم. این نهاد معارف یک نهادی نیه که سرپرست قبول کنه. خود شما به خود شما معلومه که هرات وقتی که اسم هرات میایه ما اسم هرات به نام دیار انصار و شهر علم و فرهنگ یاد میکنیم. چند قبل نیز در پی هشدار کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات مبنی بر مسدود کردن دروازه ریاست معارف این ولایت، صدها تن دست به راه پیمایی گسترده زده و حمایتشان را از سرپرست معارف این ولایت اعلام کردند. با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید به خواسته های معترضان چند قبل به مرکز کشور به مسئولان زیربط رسیده است و قرار است فرد دیگر جایگزین سرپرست فعلی معارف این ولایت شود. ما قبلا خواسته های
مخالفین یا معترضین ریاست معارف با حکومت مرکزی شریک ساخته، حتی در سفری که والی صاحب محترم ولایت هرات به کابل داشتند با حضور موافقین و معترضین دیدارهای با رئیس اجرایی داشتند و به اساس توافقات همون نشست بس ریاست معارف اعلان رفته قرار است از طریق رقابت آزاد پر بشه و در این زمان شما بهتر میفهمید که تغییر تبدیل در بسای دوم از اینها از سلیت های وزارت هاست و وزارت ها میتونن در این رابطه تصمیم بگیرن. با این حال جنجال های تازه به وجود آمده در ریاست معارف این ولایت نگرانی شماری از ساکنان این ولایت را در فضای مجازی و حقیقی برانگیخته و از مقام های اداره ملی میخواهند تا هر چیز زودتر به مشکلات معارف این ولایت رسیدگی کرده و به اوضاع موجود کنونی در هرات نقطه پایان بگذارند. ادامه خبرها، مدال میر مسجدی خان از سوی وزارت معارف کشور به یک استاد در ولایت فرا تفویض شد. از مسئولان اداره معارف فرا میگند که این مدال به پاس زحمات استاد عبدالودود احمدی به وی داده شده است. وزارت معارف کشور مدال عالی میر مسجدی خان را برای یک تن از استادان انستیتوت زراعت ولایت فرا اهدا کرد. این مدال به پاس آنچه صداقت، خدمتگزاری و تلاش‌های خستگی ناپذیر در راستای تدریس دانشجویان و دانش آموزان فرا خوانده شده به استاد عبدالودود احمدی داده شده است. مسئولان اداره معارف ولایت فرا گفتند که هدف از اهدای این مدال ایجاد انگیزه برای اساتیدی چون استاد احمدی است که به گفته آنان خدمات ارزنده‌ای را در راستای ارتقاء سطح علمی مؤثران انجام می‌دهند. استاد ولود خان یکی از استادایی است که سالهای مدیدی را در پیکره معارف زحمت کشیده. پیکره معارف تنها این نیست که اونها به صرف خدمتگزاری آموزگاری را داشته باشند، بلکه اونها سالهای مدیدی از همکاری و همیاری با شاگردان شروع کرده و تا قدمهای بسیار بلند و ارزشناکی چون مسلکی سازی اصول علمی خود کار کردند. همچنین مسائلی که قبلا اونا بحث کردند سر اصول تدریس و نوشتای گرانقدری که برای آیندگان باقی مونده از اونا اثرهای به جا مونده. در همین حال مسئولان در انستیتوت زراعت فرا ضمن ابراز قدردانی از این استاد معارف گفتند که از نقاط پررنگ کارنامه کاری این استاد برجسته تحریر 8 جلد کتاب نیز قابل یاد آوری می باشد. سردار محمد عطایی آمر انستیتوت زراعت ولایت فرا از استادان این ولایت خواست تا استاد عبدالودود احمدی را به عنوان الگو برایشان انتخاب کنند. جا یادآوری است که استاد محترم الحاج عبدالودود احمدی در بخش علمی و مسلکی خیش نیز فعالیت‌های زیادی را به خرج دادند و نسبت تألیف اضافه‌تر از 8 جلد کتاب و رساله رتبه آخر علمی خیش یعنی رتبه علمی مسلک شناس نائل آمدند. برای تمام استادان جوان و مخصوصا استادان این انستیتوت الحاج عبدالودود باید من حیث یک الگو در نظر گرفته شود تا کیفیت تعلیمی و تحصیلی شاگردان و محصلین بهتر از پیش گردیده و جوانان مستعد و با انگیزه پله‌های موفقیت خیش را هرچه بهتر طی نمایند. با این همه استاد عبدالودود احمدی فردی که مدال میر مسجدی خان را گرفته است میگوید این مدال بار مسئولیت بیشتر بر شانه‌هایش گذاشته و در آینده برای معارف تلاش بیشتر خواهد کرد. گرفتن مدال شاید پیش دوستا کار خیلی ساده باشه، بانم مسئولیت مرا زیادتر ساخته. ما باید زحمتی که قبلا میکشید و باید زحمت خود تا آخرین رمق زندگی در راستای معارف وعده هم میدم و مسئولیت هم دارم که باید انجام بدم تا که رگ رگ ما از فعال باشه و خون در بدنم جریان داشته باشه بر معارف خدمت میدم. این مدال به مناسبت روز معلم از سوی معارف ولایت فرا به استاد عبدالودود احمدی طی مراسم تفویض گردید. این مدال در حال به این استاد اهدا می شود که نه تنها چالش های امنیتی در فرا معارف این ولایت را تحت شعاع خود قرار داده است، بلکه عدم پرداخت به موقع حقوق معلمین و اساتید نیز گاه‌ها شکایت های از این قشر را به همراه داشته است. ادامه خبرها، شماری از اولیای دانش آموزان مکتب های افغان ترک که از مرکز کشور به هرات سفر کردند مخالفت خود را از انحلال و یا هم سپردن این مکتب ها به بنیاد معارف ترکیه اعلام نمودند. در ادامه گردهمایی ها از بهر حمایت از مکاتب افغان ترک، این بار تعدادی از اولیای دانش آموزان این مکاتب که از مرکز کشور به هرات سفر کردند مخالفت خود را از انحلال و یا هم سپردن این مکاتب به بنیاد معارف ترکیه
اعلام کردند. بسته‌کنند دانش آموزان مکتب های افغان ترک از سرنوشت فرزندان خیش بعد از سپردن این مکاتب به بنیاد معارف ترکیه نگرانند و از حکومت افغانستان و ترکیه خواهان توجه به خواسته ها و نگرانی هایشان هستند. ما باور ما ایست که حکومت در برابر مردم قرار گرفته نمیتواند. دایه ما حق است و ما از یک حق داره دفاع میکنیم و ما انتظار ما ایست که حکومت نباید بحث تعلیم و تربیت آموزش پرورش سیاسی بسازه. اگر باز هم زیر بار سیاست رفتن و اقدام به زور کردن و میفهمیم که نتیجهش بسیار منفی خواهد بود نسبت به حکومت و تاوان کلان حکومت خواهد پرداخت. حکومت در کل متخطی بود و متخطی است. ای کاش که صرف در یک موضوع می بودن. از بدوی پیدایش و ایجاد بارها قانون اساسی و دیگر قوانین نقض کرده. به هر صورت مکاتب افغان ترک مربوط موسسه تعلیمی افغان ترک است. قانونا ایجاد شده، قانونا فعالیت میکنه و جز حکم قانون انحلال آن و یا انتقال مدیریتشان به دیگرا ناممکن است. آنان هشدار میدهند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست به اعتراض های گسترده تری خواهند زد. اعضای کمیته اولیای شاگردان افغان ترک در مرکز کشور میگویند که این مکاتب وابستگی به کدام حزب و نهاد دولتی در ترکیه ندارد و این مکاتب به گونه بی‌طرف مصروف فعالیت در افغانستان میباشند. سبب مخالفت ما کتابخانه ما ایست که مطلقا خلاف قوانین افغانستان است. مثلا در تفاهم نامه مسئله مؤسسات انجو را اصلا مد نظر نگرفته و یا مثلا گفته که مثلا اینمی انجو افغان ترک مادرش در ترکیه او از بین رفته، این باید از بین بره. در حالی که وقتی که ما دیدیم اونجا هیچ چیز ارتباط نداره، این مستقل است از 2005 به این طرف، یعنی تقریبا 13 سال به این طرف، این به حیث یک انجوی افغان است. افغان ترک نام داره لیکن به حیث انجوی افغان است و در این کدام قانون هیچ سوره. ما گفتیم خب اگر این مسئله رو دولت بازم میگه که نه ما در رای راست رفتیم، بیاین روان کنیم به محکمه. محکمه افغانستان فیصله صادر کنه که اینمی گپ ما صحیح است، گپ شما صحیح است. با این حال شماره از اعضای کمیته اولیای شاگردان در هرات خواستار تداوم فعالیت مکاتب افغان ترک در افغانستان هستند و از حکومت میخواهند تا در تصمیمش از بر انحلال و یا هم سپردن این مکاتب به بنیاد معارف ترکیه تجدید نظر کنند. خواسته ما از حکومت وحدت ملی است که بر اساس یک منطق و گفتگو و قناعت والدین به این موضوع برخورد کنه، که یک طرفه تصمیم بگیره، چون عواقبش شاید خوب نباشه. مکاتب افغان ترک در افغانستان در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، قندهار، ننگرهار و جوزجان فعالیت دارد. در این مکاتب بیشتر از 8000 دانش آموز به شمول دختران مصروف آموزشند و اولین مکتب افغان ترک در افغانستان 22 سال قبل در شهر شبرقان در شمال افغانستان ایجاد شد. لحظات پیش منطقه خواجگان ولایت غور به دست طالبان مسلح سقوط کرد. از پیرامون دلیل سقوط این منطقه و همچنین افزایش تهدیدات امنیتی در ولایت غور، عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور را روی خط تلفن با خود داریم. سلام آقای خطیبی، وقت شما بخیر. شما و بیننده های محترم بخیر باشم. سپاسگزارم. پیرامون سقوط خواجگان و همچنین شهرک مفصلا بارها خبرها و گزارش ها داشتیم که تعداد امنیتی اونجا بلند هست. چرا این مناطق سقوط کرد؟ کوتاه برای من پاسخ بدین خطیب صاحب. با سقوط قریه اوشان یک تعداد از طلبه ها تحرکات بیشتری را در سمت مناطق تحت سایه حاکمیت دولت بتو انجام دادن. سرانجام تعدادی از نیروهای پزشکی مردمی و نیروهای امنیتی تغییر موقعیت کردن. ما انشاءالله با خوب شدن هوا که فردا هوا انشاءالله خوب شد پاس به مناطق سرگزیشی خود میگویم و ساعت خود به دست بگیریم و از مجدتنی فاسد امنیت در اصولی شرک و اصولی دلائنه برقرار میگیم. درست است. در مورد خواجگان خودم که تغییر موقعیت صورت گرفته. تغییر موقعیت، حالا این هجوم چگونه بوده؟ طالبان مسلح با چه تعداد حمله کرده بودند؟ این منطقه را که به دست میگیرن حاکمیت دولت در واقع زیر سوال میره. هجوم نکردن، بلکه خود نیروهای خیزش مردمی از نگاه تاکتیکی تغییر موقعیت کردن.
درست است. شما ضعف و تعداد نیروی دولتی رو دارین. حالا این مناطق هم که دولت در واقع در دستور توسط خیزش‌های مردمی رهبری میشه و به حال حمایت میشه. این را چگونه ارزیابی میکنیم؟ به حال اداره ملی چه کار میکنه و چه کار راهکار داره که تلفات کم بشه و نیروهای دولتی نیروهای مستقر بفرستاده تا نیروهای خیزش مردمی؟ یکی از اهداف عمده و اساسی حکومت رئیس ملی است که در هر گوشه و کنار باید تلفات ملکی کم شود. به این اساس راهکارهای وجود داره که ارتضایی کاهش نیروهای ملکی که صورت بگیره و این تکتیکی که امروز صورت گرفته هم به خاطر همین تلفات ملکی درست است. حالا تلفات نداشت گپ شما درست، اینکه حاکمیت دولت زیر سوال میره و به حال یک منطقه را واگذار میکنن، این به معنی تعدیدات در ولایت غرور به افزایش است از دید شما که منطقه را درست چک میکنه؟ تعدیدات در هر گوشه کنار افغانستان وجود داره. حالا در غرور کتا بگوید غرور درای چلند بیشتر شده. سپاس از شما، ممنون که با ما گفتگو کردید. برنامه مشاوره سالانه تحت نام عنابگل از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فور با ولایت فرا با معذرت با حضور شاعران نویسندگان و ساکنان فرا برگزار شده است. در این برنامه شاعران و نویسندگان از طرفهای درگیر جنگ خواستند تا صلح را جایگزین جنگ نمایند. برنامه مشاعره سالانه تحت نام عنابگل هم از سال با اشتراک شاعران نویسندگان فعالین مدنی و مقامات حکومتی در ولایت فرا برگزار می شود. این برنامه از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ فرا با حضور 58 تن از شاعران نویسندگان و ساکنان فرا برگزار شد. عنابگل در سطح ولایت فرا امسال 12 سال از بود که ما تشکیل کردیم که خوشبختانه از طرف مقام محترم وزارت اطلاعات فرهنگ و مقام محترم ولایت با ما همکاری شد. در این مراسم ادبی و فرهنگی شاعران با سرودن شعر به جنگ در افغانستان نه گفته و از طرف های درگیر خواستند که صلح و مذاکرات را جایگزین جنگ کنند. شاعران در اشعارشون مقام های دولتی را نیز متهم به دست داشتن در فساد دانستند و افزودند که مردم در نتیجه فساد و رشوه ستانی از حکومت فاصله گرفتند. غلام سخی فراهی یک تن از نویسندگان از مقام های محلی این ولایت خواست تا برای رشد فرهنگ اصیل افغانستان توجه جدی نموده و آثار علمی دانشمندان نخبه فرا را به چاپ برسانند. با این همه این 12 سال برگزاری مشاعره سالانه عنابگل در ولایت فرا هست و مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ فرا هدف از برگزاری این مشاعره را رشد ادب و تشویق شاعران و نویسندگان این ولایت می‌داند. مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا امروز در یک نشست خبری از احتمال تقلب در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها ابراز نگرانی کردند. محمد نیوب ایوبزاده رئیس بنیاد تیفا در افغانستان میگوید که نصب استیکر یا نشانه در کپی شناسنامه‌ها زمینه ساز تقلب در انتخابات خواهد شد. مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگویند که استفاده از کپی شناسنامه به جای شناسنامه اصلی در روند رای‌دهی زمین ساز تقلب می شود و سوی دیگر هیچ مکانیزمی برای تفکیک شناسنامه های تقلبی از اصلی برای پروسه ثبت نام رای دهندگان و نامزدان وجود ندارد. مسئولان این نهاد ناظر انتخاباتی همچنین می گویند که کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً به شکل غیرقانونی و خلاف توافق اکثریت اعضای آن اعلام کرده است که برای رسیدگی به مشکلات مردم
و اشتراک وسیع آنها در پروسه ثبت نام، از این پس واجدین شرایط رایدهی می توانند از کپی شناسنامه برای ثبت نام استفاده کنند. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، امروز در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که تیفا این تصمیم کمیسیون را به لحاظ تکنیکی مشکل‌زا دانسته و جدن نگران عواقب آن می باشد. آقای ایوب زاده می گوید که مردم به این باور هستند هنوز هم اراده سیاسی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی شکل نگرفته است. نبود اراده سیاسی، هنوز مردم به این باور است که اراده سیاسی شکل نگرفته، مخصوصا در پارلمان، مخصوصا در تعدادی از ساختارهای سیاسی و بازیگرای حکومتی در هر دو تیم، او اراده شکل نگرفته که بریم به طرف انتخابات آزاد و سرتاسری. با این همه رئیس بنیاد تیفا، ناامنی را یکی از دلایل نرفتن مردم به مراکز ثبت نام رای دهندگان در 34 ولایت کشور می‌داند. وی میگوید که اگر ولسوالی های کشور ناامن باشند، نه انتخابات برگزار می شود و نه هم مردم به پای صندوق های رای می روند. ناامنی در تعداد از ولایات ولسوالی ها است که ولسوالی ها ولایت ناامن است و در هوج مردم جرات نکرده که بره به طرف انتخابات و یا ثبت نام کنه و حتی مراکز هم در هوج باز نشده که مردم در انتخابات اشتراک کنه. وقتی که ساحه ناامن باشد، بنان اوجا انتخابات هم برگزار نمیشه، مراکز هم نیست و مردم هم نمیتونه اشتراک کنه و این باعث شده که در اشتراک مردم تاثیرات منفی داشته باشه. از سوی هم آقای ایوب زاده تاکید کرد که استفاده از کپی شناسنامه نه تنها در پروسه رای دهی بلکه در پروسه کاندیداتوری و ارائه شناسنامه حامیان نیز چالش زا خواهد بود و زمینه تقلب را در مراحل مختلف فراهم خواهد کرد. در بحث استفاده از طرح کپی تذکره ها، ما هم یک بحث تکنیکی داشتیم و بالاخره آسیب شناسی که ما کردیم از این مسئله که بیشتر کمک نمیکنه برای حضور گسترده مردم در پروسه. ما عوامل کاملا تکنیکی ارزیابی کردیم. مثلا چهار ولایت افغانستان، اگر روی امو عوامل کار صورت بگیره، هیچ نیاز به این نیست که کپی تذکره استفاده شه. کپی تذکره هیچ نفعی برای اشتراک گسترده مردم در پروسه نخواهد داشت. با این همه رئیس بنیاد تیفا همچنین از کمیسیون انتخابات خواست تا در کنار تمدید پروسه رای دهندگان، راه‌های عملی را برای حل چالش‌های این پروسه شناسایی کند. رئیس این بنیاد می‌گوید که عمده‌ترین چالش ثبت نام رای دهندگان، ناامنی در بعضی ولایات، نداشتن شناسنامه، آگاه نبودن مردم از این روند، نارضایتی از کارکرد مجلس نمایندگان و حکومت و همچنین نبود اعتماد کافی نسبت به پروسه و مدیران انتخاباتی است. این در حالی است که پیش از این نیز برخی آگاهان سیاسی و فعالان مدنی از شیوه کار کمیسیون مستقل انتخابات به ویژه در قسمت آگاهی‌دهی انتقاد کردند و تغییر در نوعیت روند ثبت نام رای دهندگان نیز پس از همین انتقادات ایجاد شده است. پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها ما را برای کنید. اکنون خبرهای خارجی. ساعت انگلا مرکل نخست وزیر آلمان جایزه چراغ صلح را که جایزه برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت هاست دریافت کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان سخنرانی به مناسبت دریافت جایزه کلیسای کاتولیک در شهر آسیزه ایتالیا از وضعیت جنگ در سوریه سخت انتقاد کرد. صدر اعظم آلمان وضعیت سوریه را یکی از بزرگترین تراژدی‌های انسانی در جهان مدرن دانست و سیاستمداران سراسر جهان درخواست کرد که برای پایان دادن به این بحران هر اقدامی را که می‌توانند انجام دهند.
مرکل گفت این درگیری به درگیری منافع منطقه‌ای و درگیری میان مذاهب و ادیان تبدیل شده است. به همین دلیل است که این جایزه به من و سایر رهبران اروپایی یادآوری می‌کند که باید در حل این درگیری بیشتر مشارکت کنیم. جایزه چراغ صلح سنت فرانسوا با عنوان نوبل مذهب کاتولیک شناخته می‌شود و اولین بار در سال 1981 به لخ والسا فعال جنبش همبستگی و دموکراسی خواه لهستانی تعلق گرفت. آنگلا مرکل دختر یک کشیش پروتستان است و به گفته مقامات برگزار کننده مراسم این جایزه برای تلاش وی در جهت تسهیل همزیستی مسالمت آمیز میان مردمان به او اهدا شده است. آنگلا مرکل در جریان سخنرانی همچنان از نقض آتش بس در اوکراین انتقاد کرد. صدر اعظم آلمان گفت اوکران مشغله ذهنی ماست و ما با دنبال این هستیم که به توافقنامه منسک احترام گذاشته شود، اما هر شب موارد نقض آتش بس وجود دارد و هر روز کشته‌ها بر جا می‌ماند. اوکراینی ها تنها نیستند. اوکراین از اوایل 2014 بدین سو شاهد نزاع میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه بوده است. درگیری هایی که تا کنون نزدیک به 10,000 تن را به کام مرگ فرستاده است. خانم مرکل همچنین در این سخنرانی جداسازی کریمه از اوکراین توسط روسیه را موجب شکافی عمیق خواند و تصمیم آمریکا را برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران سبب وخیم‌تر شدن اوضاع خاورمیانه دانست. مرور دیگر به مهمترین سرخط خبرها تا این ساعت. گرد همایی کمیته اولیای مکاتب افغان‌ترک در هرات. اولیای مکاتب افغان‌ترک در سفر به هرات نگرانیشان را از سپردن این مکاتب به معارف ترکیه اعلام کردند. برپایی خیمه اعتراضی به منظور برکناری از سرپرست معارف هرات. شماری از ساکنان هرات برای دومین بار با برپایی خیمه اعتراضی خواهان برکناری سرپرست معارف هرات شدند. تفویض مدال میر مسجدی خان به یک آموزگار در فرا. مسئولان معارف این ولایت میگن که این مدال به پاس تلاش های این استاد به وی داده شده است. نگرانی بنیاد تیفا از وجود تقلب احتمالی در انتخابات آینده. مسئولان گفتند که نصب استیکر در کپی شناسنامه ها زمین ساز تقلب می شود. و اینکه آنگلا مرکل جایزه کلیسای کاتولیک را دریافت کرد. بینندگان گرامی، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شب و روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و بخصوص خبرهای مهم اوضاع جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکاد دریافت و دنبال نمایید. در هر جای جهان که زندگی میکنید بدون محدودیت زمانی و مکانی میتوانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکاد بیننده برنامه های ما در آنجا نیز باشید. ممنونم از همراهیتان با خبرهای این ساعت.